گفتگومون رو با جناب آقای اکبر عبدی ادامه میدیم، در حالی که مادر گرامی و محترمشون هم تشریف آوردن، نصف شبی زاوراشون کردیم، خواهش کردیم قدم پیش شما بذارم. خیلی خوش آمدید. انشالله سلامت باشید. خوبین انشالله؟ بد نیستیم. خدا پشت بلالتون باشه. انشالله پدرشون خوب باشیم. ما هم خوبیم. خدا شما رو حفظ کنه، سایه شما بزرگتر انشالله رو سرمون باشه. شما رو موفق باشین، همیشه سر پا باشین که مردم رو شاد میکنین. انشالله به دعای شما دستتون درد نکنه. انشالله سلامت باشین. خیلی ممنون. انشالله که سال خوبی باشه برای همتون. انشالله پر برکت. سال نوی شما تهرونین دیگه؟ بله. سال نوی سر تحویل سال و اینا ما بله. شما هم بله. تهرون تشریف دارین؟ بله. انشالله ایشون هم باشن و همه دور هم باشین انشالله. مرسی، خیلی ممنون. این آقای اکبر عبدی گفتند که توی کوچکیشون پسر آروم، من گفتم شر و شیطون بودین و از دیوار بالا میرفتین، گفتن نه آروم. نه آروم بودم. آره. خیلی آروم بودم. بله برادرش بعد همینجور شوخ و شنگ و الحمدلله. بله همون جوری بودم. اینجوری؟ بله اونطوری بودن که من دیدم از 4 سالگی تو وجودشون اینطوری هست، بعد دیگه باشون من همکاری کردم دوستانه، ولی پدرشون موافق نبود. مثلا موافق نبود. موافق نبود. شما ولی موافق بودی؟ بله. من گفتم بیان بازیگری و اینها. من گفتم هنره، اون میگفت نه ادای مردم رو در میاره. این چه کاریه؟ آره. دیگه سر این خیلی ما مصیبت کشیدیم که آخر از اون پنهون کردیم. چجوری پنهون وقتی شما مثلا تلویزیون میرن بازی میکنن؟ آره یه روز اومد خونه. بعد میرم مدرسه. بعد میرفت دبیرستان. خب دیگه دویوم نظری رو میخون. خب بعد من دیر که میومد از اونجا میرفت تمرین اینا، دیر که میومد میگفتم کلاس اضافه داره، میخواد دکتر بشه برای ریاضیش. هواشونو داشتین که هواشونو همیشه داشت. خب اولین باری که تلویزیون بازیشون پخش کرد باورش میشد؟ نه اولین بار توی سینما دیده بود تو میدون انقلاب، یو اومد خونه گفت اکبر یه نفر من دیدم عکسش خورده بود سردر سینما. آره بعد که آره با استانبولی و اینا، با اون آقای انتظام هنرشه بزرگ هست. خب اون با کلنگ داشت حمله میکرد، اینم با استانبولو دفاع. اون آقایی که استانبولو دستش بود شکل شما بود یه خورده. واقعا یعنی حتی فکر نمیکردن ایشون شما باشین؟ نه نه چیزا محل برو به اینا ها رو نهیده بودن؟ نه نمیرد ببینه. نه نه تلویزیون هم مثلا تلویزیون ساعت 10 شب اون سر کار میرفت تا صبح. آره. 6 صبح هم میمد میخوابید. یعنی چند سالشون بازیگر بودن تو تلویزیون و اون سریال ها که تا زوری میخوابید، ولی آقای اکبر آقا رو ندیده بودن؟ نه ندیده یا بودن. میدیدم نه. مثلا فکر نمیکرد نه میگفتش که این تو مملکت ما ننه پسر قایم موشکی بازی بود. خوب یا بس سوادشی داشته باشه اکبر آقا، یا اینکه این به نظر من شغل نیست. همین الانش میگه اکبر آقا یه دکان یه مغازه چیزی. بالاخره ما نفهمیدیم شما نصف شب میای نصف شب میری، این چه شغلیه؟ یه کار یه شغل بیمه داشته باشه بازنشستگی باشه. آره بیشتر نیزم خیلی دلچسبشون نیست. نه مونم جایزش به خاطری که گفتین. آره اکبر آقا خیلی دوست داره. خب. میگه اذیت میشه. ماشینم که ندادن، اگه ماشینو داده بودن الان باز باز آقا با بابا میرفتیم دو سال. یاره ما گواهینامه هم داره اینا رو من نمیذاشت در نون با اینا برفستم، میگفت بیدارشون نکن من خودم میرم میگیرم میام. دلش نمیمد. الانش هم همونطوره. با هم بیرون بالاخره مثلا پارکی برین خریدی برین که با اکبر آقا میرین دیگه؟ اکبر آقا معروف شده دیگه نمیتونیم با اکبر آقا بیرون بریم، اذیت میشه. ایشون اذیت میشه. یه سوال من دارم بعد دیگه منو پای ندارم میچسبن یخه حاج خانمون تو خونه اخلاق چجوریه چیکار میکنه؟ میخندنه عبوسه چجوریه؟ همین جوریه بیرون اذیت میشه. اولا چرا سیزه به در همه جا بامون مثلا میرون قبل از معروفیت؟ آره ولی دیگه از اون بعد نشد دیگه. نشد دیگه. دیگه. یعنی یه سفر راحت بلند شیم مثلا شمالی جنوبی میریم سفرم میریم خونه دعاشمون رش با میری تو خونه نمیریم. آره. باز دوستان اگه خانواده اگه خواستن خودشون باید برم آره. با شما نمیتونم برم. نه با ما نمیتونه اذیت میشه. یکی میگه امضا بده، یکی میگه مثلا مدرسه‌ام دیر شد. شما کیف نمی‌کنی می‌بینین پسرتون اینجوری هم؟ چرا دیگه کیف میکنم، لذت میبرم دیگه، خستگی اون موقع از بدنم در میاد. خب خیلی خوب. کدوم فیلمشونو بیشتر از همه دوست داریناش خانم؟ همه فیلماش خاص خودشو داره. کدومش بیشتره؟ کدومش بیشتره بهتره که براتون؟ مادر رو نشینا و اونا رو بیشتر دوست داری؟ هنرپیشه. فیلم آخریه رو دیدین؟ خوابم میاد یا نه؟ دادن مگه؟ نا
نه تو جشنواره میگه دیدین؟ آره. فی... نداره به نظر شما مثلا فیلمو ندیدن؟ فیلمو دیدی آش خانم؟ خوابم میاد ایشون بیا آش خانم اشکاشو دیدی؟ اشکاشو دیدم. یه آش خانم ایشون بازی میکنه. آره برای آقای افشاران. فیلمو ندیده ولی چرا نباید آش خانم ببینه؟ میگم ما که مشغول کار بودیم بعدم بعد ما ببریم دیگه. میگم ندیدم اونو. خبر دارین چی بازی کردن یا نه؟ آره گفته. اب نداره به نظر شما؟ شکل هاش خانم مخالف نبودین؟ نه من مخالف نیستم. هنره دی هاش خانم روشن فکر بابا بچه تهرونه. آدم برفیرم بازی کرد لباسای منو گرفتم ولیش تا لباس برش دوستم. آره. خب اونو که حتما پدرتون ندیدن دیگه باشم الان تقریبا چاقو اینا میگیره دیگه میگه دفتی ناموس بازی کرده اکبر آقا خیلی بده. آره. فیلمه رو باید ببینین خیلی چیز عجیب و غریبیه. ندیدم اینو هنوز اینو ندیدم. ای بابا یکم از فیلم های آقای عبدی رو نشون بدین که یه ذره همین خوابم چیزه همین خوابم میادم یه ذره توشه. هیچ که من اهل خوش دادن و بی‌طبیعت نیست تو رو با صد بار بارت میزدم با تنها نه چه مامان جره جهاز باباته از سر صبح ناشته نکرده رفته تو اون انباری اینا رو هی میده بیرون میگه تمیز کن بزمون بشه. خب مامان نهار که درست نکردی ها؟ میخواستم کوکو سبزی درست کنم مادر که دوست داری سبزیشم خورد کردم ولی نداشت باباته. خب ولش کن اونو بذار برای شام کباب گرفتم میشینیم دور هم این لیمو گنده ها که نگرفتی با نه نه از این لیمو شیرازی کوچیکی هست. آره مامان جدی اینا رو برای چی آورده بیرون؟ ای بابا من چه میدونم هدفش چی اینه میکارا برا خودش را که منم هی نکردون دستم بسته دیگه بابا نایده بودی؟ نه اینو ندیده بودم از کاشو دیدم ولی خود فیلمه رو نشد خود فیلمه ندیدم انشالله موقعی که اکران شده نمایش عمومی و اینا به نظرتون عیبی نداره پس هر فیلمی و اینا باشه. الان اکبر آقای عبدی رو یه کسی اگه نشناسه شما مادر ایشونین بخواید معرفیش کنین بگین پسرم کیه چه کار میکنه چه کار است؟ هیچی من اونطوری نیستم که زیاد تبلیغ کنم برای خود مردم دیگه تبلیغ شده. افتخار من اینه که مردم اونقدر اینو دوست داشتن که واقعا خود مردم اینو تبلیغ کردن. چرا مردم دوستشون دارن؟ من الان تو محلی که میشینم منو مغازه‌دار نمیشناسه که من مادر اکبر عبدی. نمیگین؟ هیچ جا نشده مثلا اینجوری؟ نه هیچ جا نشده. خاله خدا نکنه گیر کنه بگیم بابا اصلا من خدا شاده یعنی خود اکبرم برای ماها نمیاد جلو که بگه پارتی بازی بشه. تو این اختتامیه‌هایی که مثلا جایی که ایشون جایزه گرفتن شما رفتین تا حالا؟ نه. هیچ وقت نبودین؟ نه هیچ موقع نبودم. آقای عبدی چرا؟ دوست نداشتین مادرتون اونجا باشن؟ مثلا موقعی که قرار جایزه بگیرین؟ نه خودم نمیرم که آره هم تلویزیونم اول قرار بود بیاد بعدا گفت نه برو. آره الان امشب خیلی به من اصرار کرد گفتم نه شما برو دیگه الان تلفنی شما گفتین ما خواهش کردیم ازش. من پای تلویزیون داشتم نگاه میکردم که آقا اومدن زحمت کشیدن دنبالم. نه اونطوری نیستم که بخوام تبلیغ کنم دیگه خودشون واقعا انقدر درست رفت جلو که منم باعث افتخار من و خانوادشم شد. گفتن که شما علنگوتون رو فروختین که ایشون برن سر کلاس. اون پدرم برای من عیدی خریده بود. خب بعد من اونو خیلی دوست داشتم واقعا مثل خاطره بود از پدرم. خب وقتی میرم مشهد میمد طلا برای ما میخرید یه برای من طلا خریده بود آورده بود منم دیدم که این از چیز گیر داده باید بره کلاس تاعت باید بره کلاس و دیگه فروختیم گفتیم آره. برای بچم آره برای بچم یعنی گفتم این بالاتر اون خاطر است که من نگه دارم. راضی این؟ بله ازشون. خدا ازش راضی باشه. دلتون میخواد چیکار بکنن نقش کیو بازی کنن مثلا چیزی تو ذهن شما هست؟ هر نقشی که دوست داره. نه شما چیز خاصی خودتون تو ذهنتون نداری؟ نه هر نقشی که خودش دوست داره و تو خونم ای و ایراداشو پیدا میکنین بگیم که مثلا یه سریالی فیلمی اگه از ایشون باشه مثلا یه جاش به نظرتون بد بیاد نمیاد اگه یه جاش چیز نشه خوب در نیامده باشه بهش نمیگین که اتفاقا خوب در میاد منم هیچ موقع هنوز به خودم اون اجازه رو ندادم که مثلا بگین این تیکش بد شد نه نگفتین نه یه برادر کوچیک داره اون یه موقع یه ایرادای میگیره میگم ناصر چرا دل بچه‌مو شکوندی کاریش نداشته باش. توی آزاده های شما 4 تا برادر دیگه آقای عبدی درست که بله اصغر آقا شهید
بله اصلا آقا الان شدیم سه سال بچه هم همینطوری هم یعنی همینطور الحمدلله رب العالمین شوخ و شنگ و همشون آره ساده و نه بازیگر نیستن نه بازیگر نیستن آره از قبلشون ولی این شوخ طبعی و اینا رو دارن اونا بله نه به اندازه آقای اکبر عبدی ندارن بعضیشون نه نه به اندازه ایشون ندارن سیاست مدارترن طرف پولن تاجرن کارخونه دارن پس چجوری شد ایشون اینجوری شد اکبر از 4 سالگی دستشون اصلا پیادشونه ایشونا آره. از یه مهمونی برگشتیم ادای همه رو در آوردم دیگه شروع شد آره ولی با حاج خانم همیشه رفیق بودیم و حاج خانم هم آره. نمیذاشت اولی که با پدرشون حمام رفتن اومد ادای پدرشونه در آره اون میبردشون کوچیک بودن میبرد حمام 4-5 سالگی 3-4 آره. سالگی و اینا اومد ادای کیسه کشیدن و روشی رو اون زبونشون یه خود آذریه اومد ادای اونو در آورد من گفتم اکبر جلو خودش در نیار یا اینا گذشت نمی کنن ترکن بعد گفت نه جلو خودش نمیام بعد دیگه کم کم جلو خودش هم گفت براش عادی شد آره الان بعضی از دوستان زنگ میزنن مثلا نمیخوام برم با صدای بابام پشت تلفن جواب میدم خدا بیامرزه خانم نادره رو یه بار زنگ زده بود بعد بابامو جای من اشتباه گرفته بود بابام بود واقعا فکر میکنم منم آفرین که شما دارین آره. بیشتر از سر من نزد کار دارم خب درست حرف بزن ببینم خوش میدم پدر سوخته آره من آره بابام میگفت خانم به خودش فوش بدی والله من خودش نیستم من پدرشم میگفت الکی ادا در نیار ادا در نیار تو ادا بابات هم میدونم خوب در میاری والله میگم من خودم هم اشبر آقا خدا بیامرزه خدا رحمتش کنه ایشون بزرگترن یا اصغر آقای شهیدتون بزرگترن ایشون از همه بچه‌ها بزرگترن ایشون بزرگترن بزرگتر اصغر آقا چند سال با ایشون فاصله سنی داشتن اصغر آقا بعد اکبر آقا یه دونه خواهر دنیا اومد بعدش اصغر دنیا کجا شهید شدن اصغر آقاتون؟ اصغر دو سال اولشو مثلا دو سالشو سه ماه تهران بودن اشرت آباد پادگان اینجا بعدش از اینجا مستقیم بودن هوا برد 55 شیراز از اونجا هم که وارد سومار شد دیگه تو مندلی که میخواستن تکه رو چیز کنن بگیرن اونجا 53 روز مونده بود خدمتش تموم شد خب اول لای شهدا بود توی در واقع دیدن این لنکروز ها راننده لنکروز ببینیم چشش بس وا کرد میکشم بیرون به جایی که مثلا بدن سردخونه میکشم بیرون دو ماه اهواز بیمارستان بود دو ماه اصفهان من رفتم 55 بیمارستان 505 اصفهان پرونده شما چه سالی آقای عبدی؟ دقیقا نوروز اسفند 15 اسفند 80 در واقع شهید شد بعد از 16 سال مجروحیت 16 سال بیمارستان؟ نه. خونه بیمارستان خونه. بیمارستان میرفت میگفت باس ما برم پیشم باشه ای بابا آره. دو ماه بیمارستان بود آره. سه ماه خونه بود آره. موج انفجاری بود شیمیایی بود نمیدونم ترکش دم نخاداش چاقو برم داشت مثلا سر بچهش دانیال میخواست ببارم میگفت معلان وقتی که موج میگرفتشون سه تا مفریم میزدن به ایشون آخا ولی خب تا ساکت بشه چند سالگی شهید شدن؟ 37 سال دیگه 39 سالشون بود 37 سال یا 39 سال؟ 39 سال بچهش زاییده اون دقیق در میدونه من نمیدونم دیگه دوتا بچه هاش هم دانیال و آقا میتی ازش مونده و خانم صالحی مقدم هم که خانمشونه خانمشون هم دیگه سردرد گرفتن و سینوزیت داشتن تومار شده اینا ای بابا دیگه اونم اعصاب نداشت نه برای بچه ها نه برای خود اصغر ها کجا دفن؟ خونه پدرشون بودن یه خود نه اصغر که روبرو شهدا من تو آره قبل خریده بودم زیر پای آقای نصرالله از دوستان خب به من رفتم برای ایشون قبل بخرم قبل فروش آقای عبدی بود اسمشم اتفاقا هنوزم هست خب آقا اعتقاد داری آجی قبل بخری عمرت زیاد میشه گفت زیر پاش سه تا دو تا دو طبقه هست ما خریدیم همیشه اصغر میدونست میگفت آجی نه اونا رو برای ما باید بذاریم مردم بیان از ماشین پیادشان بیان سر خاک چون درست جلو راست آره درست روبروی اون تانک هست روبرو شهدا 66 این برای شهدا هست این برای شما آقاست بره بر هیچی دیگه وقتی هم که فوت کرد تازه فهمیدم اصلا ما اونم به خواب یه نفر اومده بود تمام دوستای اکبر خب
گفتم باز شهدا دفن بشه جانبازه. بعد به خواب دوستای اکبر هم جنازه تو خونمون بود، زنگ زد به اکبر آقا گفتش که چیزی چطور این خوبی این اینا. این ناراحت بود، گفت چرا ناراحتی؟ گفت اسخر، گفت من دیشب اینطور خواب دیدم، گفته اینجا جای منه. آره همون کنار اون باغچه ما باهاش خریدیم، نگفتیم قبل خریدیم، ولی اسخر میدونست خدا بیام هی هم میگفت یه دونش برای من بزن، جای خوبیه، جای باحالیه. آره دیگه اکبرم گفت پس بذار حالا که به خواب ایشون هم اومده همینجا دفنش کن. خریدیم دونه 15 تومن، الان اونجا قبل شده دونه 50 میلیون تومن. چقدر این عدد رقم های تو میمونه آقای عبدی؟ ولی حیف نمیشه بفروشی، اگه میشد بفروشی و شش طبقش هم کف خیلی خوب. اینم بالاخره هر کسی یه سرنوشتی داره، بازم ما شک میکنیم، شک میکنیم که بچه هایی داشتیم که محلی هم که نازیاباد میشستیم مجاهد بودن، بالاخره همه قش آدمی بودن، ولی خب بچه های ما هیچ موقع کوچه دوست نداشتن برن. چهار تا پسر بودن، جنوشرم که میدونی که خب میرم فوتبال بازی میکنم میرم اینا. اینا با هیچ قش قاطی نشدن خداییش. من خیلی رضام که من اذیت نکردن، به درسشونم که میرفتن و میمدن و با مقدار کم و با سختی های اون روزا، و پدرشون شیشت من 5000 حقوقش بوده مثلا اومده دیگه، ما ازدواج کردیم و الحمدلله تا اینجام که خوب اومدیم. حالا که انشالله که از وقت ما شما... یادمون میاد یا پلای معذر بودیم یا دادگستریم، دعوای ترک و فارسی دیدیم به خاطر ما ولی زندگی کرد. نه پدرم من تو خونش 3 سال نشستم، نمیذاش ماها مستجر باشیم، 3 سال مستجری کشیدم به خاطر اون خواهرم، با اون یک خواهرم خونه پدرم بود، ولی من 3 سال مستجر بودم. اون میگو من نمیرم خونه پدر زن بشیم، ولی پدرم وقتی که 3 تا بچه داشتیم دیگه نذاشتن صاحب خونه ها. اون موقع آب تهران خیلی بالا میدونستم با برق و آره گفتن ساعت 9 باید خاموشی بزنی، آب تهران هم 3 تا بچه داری مصرف نکنی. بعد من میرفتم دیگه اونجا رخشخونه لباسای اینا رو میشستن، کنه هاشون رو میشستن. بعد یه روز با یه کارگردانی میرفتیم به زهرا، من گریه کردم. من رخشخونه میدون شوشو نشون دادم، صابخونه نمیذاش رخ بشونه، میگفت چاپ پر میشه. آره. آب مصرف میشه. باش خانم میمدیم رخت داره اینجا میشستیم، دیدم اون داره گریه میکنه، گفتم تو چرا گریه میکنی؟ گفت شما میمدیم رخت لباس خودتون رو میشستیم، ما میمدیم مال مردم رو میشستیم. عجب. نمره های مدرسه شون یادتونه؟ آره چند خوب بودن دیکته اینا. بعد بگیم ترک بود ما. کدوم درستتون ضعیفتر بودین؟ ریاضی دیکته رو چون با لحجه میگو آقای طالبی خوب. ای بابا اگه زنده است یه دفعه سلام که معلم و مدیر گفته با لحجه مینوشتیم، بعد میشدیم 7. خلاصه ما رو چون دوستاش میداد 17، آج خانم میگو اگه تو 17 گرفتی پس این همه غلط برای چی دارید بنویسی؟ اینا چرا قرمز زیرش بود؟ با این که خیلی هم آج خانم ولی تیز بود. ماشاءالله. چی میمد مدرسه و بعد میدید آره ما یه حالی معلم به ما داده و بالاخره ولی غلط همون هم نوشت. هیچ وقت مدرسه مثلا رفتیم ماهی یه دفعه مدرسهشون بودم به خاطر که پسر بودم میترسیدم کسی گولشون بزنه، کسی میرفتی خبر میگرفتین و درس و مدرسه شون اینا با کی میرن با کی میان، مثل این مادر باشین ما یه دفعه مدرسه است. آره. پس حسابی حواستون بچه هاتون بوده، حواستون جمع بود، میترسیدم سختی هایی کشیدین. ما از مادرمون حساب میبردیم دیگه، همین الانش هم باز از مادرمون حساب میبردیم. الان اگه یه کاری مثلا شما بخواییم بکنین مسافرت معمولی بگه نه نمیریم به ولایه نمیرم، بخواستم میدونم برم اتفاق بعدی میفته و اون مسافرت نه برکتی توش هست نه خیری هست توش. بدنم بعد خانم... بیاد میگم آره. نرین مثلا این کارو نکنین، این مسافرت رو آره. نرین ها آره. بدنم بعد بیاد یا خوابی ببینم مثلا دوست دارم که گوش بدم. آرزوتون حالا خیلی هاش حتما برمزه سیدم هستم هاش خانم. بله خوشبالتون مادر شهید سیده بودن. آرزویی که مثلا هنوز چیز نشده اتفاق نیفتاده چی دارین برای آقای عبدی؟ زن بگیره بچه دار بشه مثلا.
نه همون بچه‌شون هم پسره هم دختره براشون. خودشون دوست داشتن 5 تا بچه داشته باشن. همیشه میگم من دوست دارم 5 تا بچه داشته باشم. خدایا ماشین دیگه جا نباشه میدونی. دوست داشتیم بچه داشته باشیم. آره پسرم باشه هم یه چند تاشون. البته سعی زار مرتبه شد المیرا هم پسر هم دختر. خدا رو شکر هم به اندازه در واقع 5 تا بچه هم الان بیشتر دارم. خدا رو شکر بچه های خواهرم بچه های برادر خدا بیامرزم و الان یه دونم آقا ناصر داره اونم باز با منه با من در واقع من میدونم ناصر خصیصه این بچه رو بعد من خودم بعد سرپرستی کنم الان دوباره این بچه به دنیا اومده سرما خورده این به خاطر این که نمیرسه بچه رو تو شهرستان بهش تو رشت بچه الان سرما خورده دوبار میگم یه لیمو شیرین بخرم میگم مگه به غیر از لیمو ترش لیمو دیگه ای هم هست داره اکبر آقا اسمش یه دونه بچه داره آره اینم مثلا چهار تا مال خواهرشه دو تا مال برادرشه مثلا اونجا کارخونه دستپون کاغذی همه رو داره خانم دکتر کارخونه رو سریع گرفت که هم حقوق نده بهش هم دیگه این خانم الان به جایش سوز کرگدنم بمیره دیگه نمیتونه کارخونه رو تعطیل کنه مال شوهرش دیگه جان تا کی بازی میکنی از این قرار مدارا دارین که دیگه آقا این یکی آخریشه فلان این چیزا یا نه آدم بزنه نه نه بچه جوهردار غیرتداریه از اون همون بچگی 4 سالگیش هم همینجور بود کار اصلا برای بدن خوبه حالا سوای بعدم یه زمانی که پول نمیدادن ما بازی میکردیم حالا که دیگه پول خوبم میدن چرا چه بچی نکنه آقا چه حرفی آخه خدا پدر هیچ وقت اراده نکردین فیلم خودتون بسازین و اینا چرا دیگه گفتیم 50 سالگی به بعد خب یه ریش سفیدی داشته باشیم اگه مثلا به یه دوستی گفتیم یه بار دیگه میگیریم مقلا 25 سال اون کوچیکتر نباشه ولی خیلی زحمت کشیده خدایش از همه بچه ها بیشتر زحمت کشید من همیشه خواستم شما راضی هستی از ما یا نه خدا انشالله ازت راضی باشه من که راضیم اونم قربانت. راضیه ما رو ببخش اگه کوتاهی هم کردیم ما رو حلال کن نه خدا شاهد من خیلی شبیه پدر حاج خانومم وقتی که این هم اخلاقی هم قیافه ای هم مثلا شب بخواد بره یا دیر بیاد خدا شاهد اون جگرم میسوزه براش هنوزم دل واپسشون میشینه دل واپسشون میشم برای پدر مادر بچه 90 سالشان باشه بچه هستی ای بابا اینطوری برای که واقعا از اون اولی که دست چپ و راستش شناب خیلی زحمت کشید پدرشو سر کار بودم تمام خاربارم و میرفت توی کیسه کرباسی پدرم اونجوری خرید میکرد اینم از اون یاد گرفته بود همونجوری میزد به کولش اتوبوسم دوزار نمیداد پیاده میامد اکبر یه کول تو اتوبوس آره بعد اونو پیاده میامد پولشو برمیدش دغدغتون این روزا بچه قناعت کار بچه که یه تومن اگه جیبش بود اونو جمع نه معلومه خیلی عباسونه خیلی قناعت کار بود آره دغدغه این روزاتون نکته خاصی چیزی داری؟ مردم با هم خوب باشن دلی با هم خوب باشن زبونی خوب نباشن دوست داره خودش که از قلب همه رو دوست داره دوست داره همه اونطوری باشه همیشه هم بهش گفتم اکبر خودت اذیت نکن هر کسی یه ذات خاصی داره اون باز تو وجود آدم باشه تو خون آدم باشه اونطوری همیدیم بعد این خودش اذیت میشه که اونطوری که خودش هست اون طرف نیست یه حرفایی هم داریم که انشالله قرار شده مهمون آقای جهرانی باشیم اینجا وقت عزیز و شریف شما و دوستانتون میگیریم و مردم گلو که اونجا اون جلارم اونجا بکنم آخرین جمعه سال میشه چیز دیگه پس فردا آره پس فردا اونجا آره. این فاصله اندر آره پس یه چیزایی هم که اختصاصی های سینماتونو گشتین اونجا یه گله هایی رو آره گذاشتیم اونجا نه دیگه گله نکن ها میخواین نه 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 گله که یادآوری بشه به خودم که از این بدتر نشم دیگه اگه بد هستیم تصحیح کنیم خودم انشالله همه که خوبیم دیگه گله نکن از این روزگار همینه پولمونم خوردن خوردن دیگه نه اونی که خورده نمیشه انشالله باش انشالله خورده نمیشه خودشون میدن انشالله حاج خانم دست شما رو بوسیدیم خیلی ممنون بچه هم پولو نمیتونه نگه داریم حالا پولو با اون زحمت در میاره میاد تقسیمش میکنه قشنگ اگه تقسیم نکنه ناراحت خدا
خدا خوش بنایشون باشه. خوش به حال شما آشپنم برای داشتن این بچه ها که بزرگای ما. من میتونم برم یه دو دقیقه اون پشت هر چی میخوای بگی ها؟ نه آزادی ها، فقط از ما راضی باشی ها. فقط خدا از عمر ما همیشه کوتاه کنه بذاره به عمر شما. اختیاره سایه شما رو سر ما باشه. آقای عبدی خیلی ممنون، خوش خانم، خیلی زحمت باشه براتون، همه تو موفق باشی انشالله. خوش به حال آقای سعیدی فر که بچه محل امامم، امام رضا هم هست انشالله که شما ما رو دعا عید رفتی خدمت خانواده و امام هشتم ما رو دعا. من امسال مکه برم مشرف شد با پدرش، نوشته بودم به خاطر اکبر آقا که کار میکرد، گفتم نه این یا سختی میکشه اینا. ای بابا حالا ان با هم برین همگی همگی کی باشین. رفته سه بار ولی بازم ولی سفری که آقا 30 بارم بری بله. سیر نمیشه. شما خودتون چند بار رفتین؟ منم دو بار رفتم. کربلا مثلا در مرد نرفتم، گفتم خیلی دوست دارم کربلا برم ان شاء الله. خدا قسمت حضرت عباس به طلب چما ترکا حضرت عباس و خیلی مثلا میدونی برادر امام نمیدونیم خودی اصلا امامه آش خانم خیلی محبت شما همشری آقای رضازاده هم هستید. بله میگه بله همه این نسبت‌ها رو خوب میشناسم. خیلی متشکرم از آقای عبدی، از مادر گرامیشون، افتخار آذربایجان رضازاده، علی دایی، آقای ودود معظم‌زاده و پدر بزرگ عزیز همه شون همه اصلا افتخار آذربایجان. انشالله که سال خوبی برای همه تون باشه، همه تون موفق باشین. خیلی متشکرم، خیلی ممنون. ببخشید بیمارستان سوان سوختگی هم ان شاء الله تا 3-4 ساعت دیگه همه مریضاش مرخص شه. ان شاء الله همگی ان شاء الله هیچ نداشته باشه، اگر هم هست که مرخص شه رو به راشن ان شاء الله. خیلی ممنونم و ببخشید شما هم خیلی متشکرم. آقا قربون خوش خانم خیلی ممنون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جعفر.